سلام و شامتان بخیر با فراخبر با من یاسر ابرار خوش آمدید در این برنامه خواهید دید نبردهای شدید در شش ولسوالی فاریاب به گفته باشندگان فاریاب و نمایندگان آنها در مجلس مخالفان مسلح در تلاش نزدیک شدن به شهر میمنه مرکز این ولایت هستند در ولسوالی دولت آباد جنگ است در انخوی ما در ترکات دشمن است برخی از باشندگان این ولایت از بحر تامین امنیت بخشهایشان در چارچوب نیروهای مردمی ارتش جنگافزار افزار برداشتند. دلیل نامنی ها در این ولایت چیست و چه برنامه برای بهبود اوزا وجود دارد؟ در این باره با مهمانان برنامه آقای سعید بابر جمال نماینده مردم فاریاب در مجلس نمایندگان با آقای میرزا محمد یارمند موین پیشین وزارت امور داخله بحث میکنه مهمانان به بحث بس خوش آمدن آقای جمال آیا اوضاع امنیتی در فاریاب بدتر شده؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینده های محترم شما و تسلیت دارم به خانواده هایی که امروز عزیزان خود را در ولایت فاریاب در ولسوالی انخوی در ولسوالی دولت و در شینتگاب و قیصر و المار از و هم از تسلیت دارم متاسفانه بل هر روزی که می گذره وضر امنیتی در تمام ولسوالی ها در تمام نقاطش ناهمتر و بدتر شده میره و قسمی که میفهمین فاریاب داره 14 واحد اداری است به شمول شهر میمنه که امروز متاسفانه به شمول شهر میمنه 13 واحد اداری از در محاصره است درست دلیل تشدید ناامنی در ولایت چی است دلایل مختلف میتونه داشته باشه یکی خو نبود یک اراده قاطع و یک صمیمیت به خاطر تصفیه و تصفیه کوری و عملیات که تا مردم فاریاب را از این قحقرا و از این بیچارهگی بکشن و دلایل سیاسی میتونه داشته باشه و ما به باور چه دلایل سیاسی چون فاریاب خود را همیشه در در جیجان 18 سال گذشته همیشه خود را ثابت کرده فاریاب در انتخابات 2014 450 هزار رای با صندوق ریختن و در تاریخ دموکراسی افغانستان کم نظیر بود چون 48 فیصد مردها اشتراک کرده بودن و 52 فیصد هم زنا اشتراک کرده بودن مردم فاریاب اصلا ایدئولوژی و ذهنیت طالبانی را نمیپذیرند مردم باورمند به با دموکراسی هستند باورمند به با مردم سالاری هستند هر رقمی که قسمی که ما شاهد بودیم انتخابات گذاشت و متاسفانه ما این بار از فاریاب تنها 30 هزار رای داشتیم درست. و تمام مناطقی که ناامن بود مردم نتونستن به روی صندوق های رای برن و رای خود استفاده کنن ولی اوضاع امنیتی در فاریاب حداقل از ابتدای کار حکومت وحدت ملی تعریف چندانی نداشت وضعیت بد بود بله متاسفانه اختلافات احزاب سیاسی با حکومت و عقده حکومت بالای احزاب سیاسی در ولایت فاریاب هم باعث قربانی مردم بلی فاریاب شد کمی توضیح بله قسمی که در ولایت فاریاب مقتدرترین حزب سیاسی حزب جنبش ملی هست و حزب دیگه که قابل ملاحظه هست و مردمدار هست به جمعیت اسلامی هست اینا حکومت در, از شروع بعضی که مناسباتشان با حزب جنبش ملی خراب شد و با جمعیت ملی اینا مسافه داشتن تلاش کردند که اونا احزاب در ولایت فاریاب کم ضعیف بسازن اینا تضعیف بسازن و اینا متاسفانه باعث شد که برخورد سیاسی حکومت و برخورد مسئولین منطقوی حکومت محلی کی همیشه باید قربانی گرفتن از مردم شده ببینید ما یک حادثه را به خدمت نامی خمرز بکنم وقت حکومت چند وقت پیش تصمیم گرفت که بالای در فاریاب عملیات را انجام بکنند عملیات را شروع بکنن کماندوها را دیسان کردند در ولسوالی بلچراغ و رای مواصلاتی فاریاب مهمان بلچراق را اینا تصفیه کوری کردند ولی متاسفانه با, با گذشت اندک وقت این رای مواصلاتی پس دوباره بند شد و پس ولسوالی بلچراغ به محاصره دارم. ما با نهادهای امنیتی قبل از اینکه عملیات شروع کنند برشون گفته بودیم اگر شما توانایی حفظ جاهایی را که شما عملیات میکنین ندارین لطفا عملیات نکنین مردم آسیب میبینن مردم از این بابت آسیب میبینه حاصلات مردم حریق میشه خانه های مردم چپا میشه هر روز امروز اول سولی های فاریاب آو آوان میباره امروز هم در اول سولی اند خو آوان چندین آوان حسابات کرد و این آوان اکثر ازاتت حکومت صحبت میکنه. به پروایی های حکومت حسابات میکنه باز خانواده ها داغدار سات و شهدای داشتیم در اول سولی دولت آباد ما هر روز شاهد افتادن آوان ها هستیم وقتی که ما با نهادهای حکومتی اینا هر بارشان فشار آوردیم که چرا وقتی شما توانایی حفظ عملیات خود را و مردم را به این مواجه می اونا میگن که ما به تمام تلاش و کوشش خود را کنیم تا این مشکلات رفع شد و ما برنامه جامعه داشته باشیم متاسفانه برنامه حکومت در مورد تامین امنیت فاریاب اکثرا نمایشی بوده ما در یک مورد می اشاره بکنم که موضوعی که مسئولین حکومت حکومت حکومتی محلی اینا با احزاب مشکل داشتن یا اینا با یک تیم مشخص کار میکردن اینا به هر عنوان به مردم ضرر میرسوندن حادثه که در رای به بلچراغ بند شد و اینا نتونستن پس دوباره را تصفیه بسازن باز ما این را پیگیری کردیم و ادعای و گوش ما آمد که گویا کسی از مقامات بلند رتبه حکومت محلی با رئیس جمهوری را گفته باشه که شما در اینجا چرا عملیات میکنین در اینجا شما رای ندارین یعنی ما،, ما, تمام تشویش ما انتخابات بود و الحمدلله انتخابات گذشت ولی حد اقل اینا کار باید بکنند که مردم را از این قهقرا و از این بیچارگی بکشند مردم سخت سرگردان هستن مردم را میبرن مردم فاریاب دشکر. بابت ناامنی بله. رن می بله. رنج میبرن بابت فقر رنج میبرن مردم فاریاب آواره شدن از بیکاری رنگ میبرن اینا هم قربانی جانی میتن هم قربانی مالی میتن و هم درست. قربان عقب میشن اینا قربانی عقب مونی پس حکومت میشن حکومت همدان در تلاش ناامنی بخشای از فاریاب است بله اگر حکومت ب... مصمم باشه اگر حکومت برنامه قاطی داشته باشه اگر حکومت بخواد ما بیر متيقن هستیم که امروز حکومت توانایی عملیات ها را در فاریاب داره و حکومت اگر عملیات های جدی بکنه ببینید امکانات را که اینا برای مواصلاتی بلچراغ و میمن مصرف کردن اگر این امکانات را اینا با روی شورای یک اگر مصرف میکردن اگر این عملیات را بالای شورای نمبر یک میکردن ما با اطمینان کامل براتون میگم که امروز شورای نمبر باز باز میش و باز می بود و راه مواصلاتی شهر میمنه با شهر جوجام باز, باز می بود و اینا اعمالات لوجستیکی خود را بسیار به راحتی میتونستن که به ملاقات ولایت تشكر تشکر اخو یار من چقدر یه دا میتونه واقعیت داشته باشه خب بسم الله الرحمن الرحیم عزیز تسلیت داریم به کسایی که آسیب دیده در این حوادث ارز که برنامه طالبا در مجموع امی هست که باید تمام نوار مرزی مکمل در تصرفی از یا بیاید و اینا بتانند در شمال افغانستان آنچه را که در جنوب انجام دادن اونجا انجام بیدن اصل برنامه ای است چرا ای در زمانی که طالبا آمدن کابل را گرفتن برنامه امی چیز بود مگر موا... یا موفق نشدن حالا اونمو برنامه را پس دوباره یا پیش میبرند و اساسا پشت سری از این قضیه پاکستان است پاکستان توسط این نیروی نیابتی میخواه که خود وصل بسازه به طرف آسیای میانه به هر ترتیب ما دیدیم در بدخشان عملیات بسیار قوی صورت گرفت در نتیجه این عملیات کمر دشمن شکست و دشمن تانیس که یعنی دشمن تلفات بسیار فراوان داد و نیروی امنیتی افغانستان سه و را گرفتن آزاد کردن فکر میکنم که چند نقصی وجود دارد در ارتباط به مسئله فاریاب چنانچه در تخار هم وجود داشت یکی ناهماهنگی میان قوت های محلی است دیگه ناهمخوانی یا عدم تنظیم نیروهای محلی است که اینا به صورت درست و آموزش دیده وارد عرصه نمیشن. موضوع دیگه این است که باید در خصوصی این مسئله تا ای که بیشتر این قضیه کلان شوه دولت اقدام بکنه. من یقین کامل دارم اگر دولت اقدام بکنه مثل که در بدخشان بیشتر فرصت اندک سه ولسوالی را به سادگی از پیش طالب گرفت و حدودا از صد طالب بیشتر هم تسلیم شدند این فشار باید بالای فاریاب هم وارد شود در خصوصی مسئله باید سلنگاری صورت نگیره فکر میکنین چرا این فشار وارد نمیشه من مشخصا در مورد ادعای اخوی جمال پرسیدم این که حکومت عمدن نمیخواد بخش های از امن باشه مثال دادن گفتن که این نامزد در اینجا مثلا رای نداره کسی از مقام های محلی گفت چرا باید اینجا عملیات صورت بگیره خب این چون این مساله را من نشنیدم جناب وکیل سب چیزی که میگن برداشت خودشان از منطقه و محیط است که مدعوج دسترسی ندارم اما حقیقت اگر از لحاظ مسلکی چیزی را که من میدانم و عبارت ای از این است که باید نیروهایی که در روز هست اینا انسجام پیدا کنند نیروهای محلی که در روز هست از اونها استفاده قوی صورت بگیره چرا در بدخشان هم نیروهای محلی بسیار نتیجه قوی دادن باید این نیروها تنظیم شود و دولت هم در خصوص این مساله به شکل بسیار قوی حمایت چون... بکنه چون این نمیشه نامنیاد و دقل از سالای 91 92 و همطور ابتدای حکومت وحدت ملی تا حال تعریف نداشته اوضاع بدتر شده چرا نمیشه همین همی, همی کاروی که شما میگین خب به دلیل از این نمیشه که عموما اختلافات سیاسی در افغانستان همیشه حاد است ما بار بار گفتیم که ملیاز خدا باید سیاست مدارای افغانستان چون یا بین خود رقیب هستند دشمن نیستند بعد از وقفه ادامه خیارمند ادامه ای خبر پس از وقفه باید ادامه فرا خبر خوش آمدید آقای یارمند ادامه حرفایتان خب این سیاسیون افغانستان با هم رقیب هستند دشمن نیستن یا این اگر طالب مثلا مسلط شوه اینا رو همه را میکشه اما اگر یکی از یا بالا دیگه شان مسلط شوه یک دیگه خود نمیکشن حدی اقل میگن تو ده خانه باش بینا یا باید اوشیار شون اینا نباید مردم افغانستان رو به این شیوه اختلافی گروگان بگیرن ایجاب یزیره میکنه که همه از یا در قبال مبارزه با مظاهر تروریستی توحید نظر داشته باشند حرفهای که تبعات منفی در ازهان سرباز و افسر و خرزابت اینا تولید میکنن و تزریق میکنن این حرفا را باید نگوین اینمی مسئله است که ای در, در نتیجه ای اختلافا زمینه به این مساید میشه که طالب قوی شود تشکر آقای جمال با همین وضعیت به کجا روان است ما یا میمنه سقوط خواهد کرد ان که میمنه سقوط نخواهد کرد ولی متاسفانه در جنگ به جز شهر میمنه و در دوازده ولسوالی دیگر فاریاب جریان داره وقتا فوقتا جنگ می باشه و مشکل دیگه ای است که نیروهای امنیتی ما در فاریاب پلیس خوب شهکاری ها کرده خوب زحمت کشیدن از روزی که قماندان امنی فاریاب به فاریاب رفته ایره به دفتر کارش اکثر نمیبینه اکثر, اکثر در جبهات جنگ است و تنها پلیس نمیتونه توانایی زیر نداره اردو باید مصممتر و قوی تر باید باشه امروز ما از یک گوشه کسی می یک فایر میکنه یک یک طالب یک دو انداخت میکنه یا دو فایر میکنن اینا قریر مکمل زیر هاوان میگیرن این معلوم نیست که هاوان ها با کجا میفته امروز ما شاهد افتادن بیشتر از 30 هاوان در قریه دایچخانی دا و در نتیجه اونجا ما شهید داشتیم زخمی داشتیم در ولسوالی دولت آباد مردم دولت آباد هر روز با ما در تماس هستند و هر روز بابت از این میدانند ببینین ولسوالی های فاریاب ولسوال صاحبا در اکثر ولسوالیا نیستن وجود ندارن میترسن نمیاین لطفا ما گفتیم که از حکومت خواهش کردیم که تقرریاتون لطفا سلیقه و سیاسی نسازین حداقل کس را اونجا بفرستین که دل گرده استاد شده داشته باشه به عنوان مسئول حکومتی و بجا شدگان به حدی هستن که به دروازه های ها آمدن و به دروازه های شهر آمدن و به حد به رغبت بار با فاجعه زندگی میکنن متاسفانه فساد در ادارات دولتی محلی فاریاب هم مثل ولر جریانات را اگر شما انځ یک مرکز را باز وکنین یک تلیفون را وصل وکنین بخفه فامیل شهادات نه ما تنها به فامیل شهدا و محلولین ببینین که دفاریا به چی پیمانه برشون جفا میشه از برای خدا از حق شهدا از حق فامیل شهدا شما چطور میتونید دزی بکنید با کدام وجدان با کدام انسانیت و با کدام شرافت شما میتونید دزی بکنید اونجا دیگه محلاتم هم همچنان فساد جریان داره مشکلات به حد است اخو جمال شما بیشتر انتقادتان برای کرد دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی است اما حضور حراسفغان چقدر گسترده است همین فیر شما میگه وسط یک کس میکنه کی است همون برنامه های استراتیجی که دولت ما نفهمیدم پیشتر ما گفتم که مردم فاریاب از لاز آیدیولوژیک به هیچ عنوان طالب را ذهنیت تایید نمیکن ولی, ولی با یک حضور با فیصدی کمی که یک فیصدی کمه که ایدئولوژی را تایید کردن یا قبول کردن رفتن به صف طالبا و اونها مثلا طالبای محلی در منطقه زیاد شدن دلیل اساسی از بیکاری بوده فقر بوده و تعداد کسایی بوده که با بی عدالتی مواجه شدن و یا کسایی بودن که جرم کردن در داخل حکومت رفتن و فرار کردند. حضور جنگجویان طالب چقدر گسترده از فاریاب حضور جنگجویان طالب در فاریاب قابل ملاحظه گسترده هست در تمام ولسوالی ها قابل ملاحظه گسترده هست هم طالبان محلی هستند و هم طالبان هستند که از دیگر ولایات رفتن و هم طالبان ازبکستانی هستند هم طالبان پاکستانی هستند اوجا شاهد بودن یک موضوع دیگر هم میخوایم برتون یادآور شوم موضوعی از که طالبان از ولایت فاریاب از بعض ولسوالی ها هم چون های انخوی درآمد خیلی بلند دارن امروز هر مال که محصول میشه هر جنسی که هر کالایی که از گمرک اندخوی واقینه محصول میشه مجبور هستن که تاجر 30000 افغانی پارچه طالب تادیه بکنن و در صورتی که اگر این پول نپردازند در راه در مسیر راه بلخ فاریاب این موتورها حریق میشه از این بابت روزانه میلیون ها افغانی کمایی میکنن چک پوینت های وجود داره که از هر موتور که ترمشه چک پوینت پول باید بپردازن و موضوع دیگر پول برشنا را پول برق طالبان از خانه ها اونها میکنن یعنی فاریاب واقعا در یک وحشت است به که امروز ما آرمان و آرزوی ازیر به که ده سال پیش ما داشتیم او را میکنن در اکثریت ولسوالی های ما امروز دختران مکتب رفتن نمیتونن و ما از اکثریت ولسوالی ها مکاب... مکاتب دخترانه تا بالا فارغ ندادن کوهستان سال گذشته شاید فاجعه انسانی بود کجا مواد خوراکی را بالاشان بند کرده بودند. بلچراغ یک طرف قضیه است سه ولسوالی ان که فعلا ولسوالی قرغانا ان خو و قرم است اونها محصلینی که در خارج از ولایت درس میخوانند اونها باید در خود خانم باید در مشاهده برام به خانه های خود به بسیار شکر مخوی یارمند با همین وضعیتی که جریان داره چه در پیش هست های امکان سقوط میمنه مرکز ولایت فاریاب هم فکر میکنه وجود داره به این صورت به این صورت وزرای دفاع و داخله و رئیس امومی امنیت ملی در مجموع ما شما دیدیم که مصمم به این هستند که جایی که در محاصره قرار گرفته و اینا از معاصره نجات میتن مثل که تخخار نجات دادن و اوجه تلفات زیاد هم داشتن من یقین کامل دارم که ان قریب عملیات اجرا میشه و انشالله درست ولی آیا فقط نجات راه حل است مثلا بلچراغ در 20 سور سال 97 از طالبان گرفته شد ولی دوباره به تصرف طالبان در آمد در 4 سرطان امسال باز گرفته شد ولی حالا وضعیت جنگی جنگ جریان داره کجای کار میلنگه چرا اینگونه از ببار شما باید ما شما به ایگه متعقین بوده باشیم که یک دست بسیار کلان استخباراتی در داخل افغانستان دراز است و بسیار به شکل موسمی در قبال خراب شدن وضعیت و خوب شدن وضعیت فعالیت میکنه و کار میکنه اینمی ولایات که ناامن میشه ساحات که به دست میره پس از دست میره یک بخش از این برمیگرده به اشتباهات سیاسیون افغانستان اختلافاتی از یا یک بخشی از این بر میگرده به نوع شطرنجی که در افغانستان در بخش نظامی سیاسی مسابقه جریان داره در بله فاریاب را در روز شمال هم میگفتن میگن تاثیرات ناامنی ای ولایت بالای ولایت همجار چه میتونه باشه مثلا همین بلچراغی که گفته با کوهستانات مرز داره با پشتونکوت خود فاریاب مرز داره با درزاب مرز داره چه بر سر دیگه ولایت میاره فاریاب بالاخره منتهی میشه به راههای بسیار صعب العبور به با باغران هلمند اونا میخوان یک رای داشته باشن از اون سلسله به فاریاب از فاریاب به می طرف به این طرف به بالاخره به مزار شریف این جزی از برنامه از یاد که سالهای سالهای پیش اینا در کله خودی گپ دارن در خصوص این مسئله باید توجه بسیار جدی صورت بگیره باید نیروهای امنیتی افغانستان تمرکز بکنن اگر یه تمرکز نکنن ببینین وقتی که طالب در یک جای میاد دو سال سه سال چهار سال دو جای میشینه یک فرهنگی را از خود بجا میگذاره از هان عامه فکر میکنه که تمام دنیا اینمی رقم حکومت داره بالاخره به با همو تسلیم میشن و به همو خوب میگیرن عادت میگیرن مثل که پنج سال طالب در قندوز و بغلان بود در گذشته و حالا هر قدری که ما میخوایم اوجا فکری که او ساخته تفکری که ساخته بستری که ساخته اوجر تصفیه کرده نمیتونیم و با مشکل مواجه هستیم فاریاب هم همی میشود اگر تصفیه نشود و ما یقین کامل دارم که در دا خصوص تصفیه فاریاب بنابرای که از هان آمد اوجا طرفدار طالب نیست و یکی از عواملی هم که در بدخشان طالب ها بسیار زود تسلیم شدن و فرار کردن و کشته شدن امی بود که تا اوجا مردم طالب را رو نمیخواه. اینی بزرای ممکنه اونا آمدن این شکل در فاریاب هم است در فاریاب هم به هیچ صورت طالب ها را نمی خواهد مردم این فاریاب اما اونجا بینا و اهدافی که طالب سازا دارن از بستر خود مردم طالب جز... جلب جذب کردن ازبکستانی ها آمدن زبان مشترک پیدا کردن با مردم از فقر مردم استفاده کردن مردم جلب جذب کردن ترنینگ دادن آموزش دادن بالاخره به با یک مصیبت تبدیل کردن درست آقای جمال چه برنامه امنیتی حالا ریخته شود که جوابگو باشه چندین بار سفرهای مقامات عالی رتبه حکومتی و حمایت قاطع اینا سفر داشتن در و تنها همه چیز روی بحث روی کاغذ و عملکردهای جزئی در اونجا داشتن و باید حکومت اول مصمم باشه ما از حکومت از افغانستان خواهش میکنم که به این فاجعه نقطه بگذارم که مردم حقتا در آتش هستند مردم در تباهی هستند مردم سر رنگ میبرند و حکومت تس... هر چی زودتر تصمیم بگیره اکمالات کافی بکنه و اول شورای نمبر یک را باید به هر قیمت باشه باز کنه و دیگه اگر که اون موضوع دیگه ای است که میخوایم که به خدمتتون بگوییم که از مسائل از سیاسی سازی و از تقرری های سلیقوی و از عقده ها بگذرن این, این مردم هستند قربانی میتن بالاخره باعث در این رقابت های سیاسی قربانی بالاخره مردم مظلوم هستند مردم ببشن. بیچاره هستند با این نقطه گذاشته شود یک موضوع دیگر ما خدمتتون میخوایم بگیم درست چون همین مساله رو دو بار شما یادآوری کردن تقرری های سلیقه در کجا مشخصا صورت گرفته اکثرا در ولسوالی ها صورت گرفته در ولایت صورت گرفته مثلا ولسوال دولت آباد اونجا تقرری داره ولی ادم شش ماه میشه یک سال میشه در ولسوالی نمیره یا مثلا همچنان در دیگر ولسوالی ها به می شکل هستند امروز مردم دولت آباد به ما میگن که ما ولسوال نداریم و سال, سال میشه که ما اینجا ولسوال نداریم وقتی شما دل ندارین گردن ندارین و به خاطر چهار به ما شکل میرین اینجا ولسوالی میکنین وقتی مردم اونجا میتونه گزارا بکنه دیگر ارگانات دیگر نهادها میتونه اونجا باشه اینا چطور نمیتونن باشن یعنی اینا همه مسئله قوی است اگر اینا در این مورد ها باید قماندان خودشان حضور باید داشته باشن ولا سوالا باید خودشان حضور داشته باشن وقتی که شما مسئولیت می پذیرین به عنوان لیدر و به عنوان کسی که اونجا مسئول می باشین اول شما ریسک باید بپذیرین اول شما برا باید گفتین ورنه نگیرین مسئولیت تواناییش ندارین دل گردیش ندارین میترسین زورتان نمیرسن نرین بگذارین بگم اونجا, اونجا مسئولیت بگیره درست ادامه میدن و موضوع دیگر درکس... که میخوایم چرا فاریاب به طالبان از لحاظ استراتژیک مهم فاریاب یک ولایتی است که در 815 کیلومتری شمال کابل قرار داره و از قسمت شمالی به طور کامل با ترکمنستان سرحد مشترک داره و از طرف شرق و جنوب شرق با ولایت سرپل و از جنوب با ولایت غور و از غرب هم با ولایت بادغیس و شرق و شمال شرق هم با ولایت جوزجان قسمی که بیشتر شما فرمودین موضوع دروازه شمال در فاریاب ای بوده و دا 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 تمام دوران تاریخ هم ایرا ثابت کرده هر وقتی که از حوزه جنوب حکومت های میخواست بالا شمال حمله کنه یا بخواد از شمال به تصرف بیاره از مسیر فاریاب اینا می آمدن و اگر صفوی ها بوده اگر دیگه حکومت ها بوده در تاریخ و در حکومت طالبان وقت طالبان آمدن و بزرگترین مقامت را در مقابل خود طالبان در فاریاب دیدند. وقت جبهه فاریاب را شکست دادن ولایت بلخ جوجان سرپل سمنگان همه رفت همه در دو روز سکوت کرد و تمام مقاومت در فاریاب صورت می گرفت فاریاب همیشه دروازه شمال بوده از در دوران مقاومت در جنببندی هستیم شما به عنوان نماینده مردم فاریاب در مجلس چهقدر صدای مردم را به گوش مسئولان رساندن و حالا انتظارتان چی است ما صدای مردم را در هر مرحله به گوش مسئولین رسیدیم. یکی از امنیتی ملی چی از وزارت دفاع و چی از وزارت محترمه داخله باهاشون دید ویزیدهایی داشتیم اونا به ما وعده می سپارن میگن ما عملیات را هر چی دوتر آغاز میکنیم ولی متاسفانه عملا در اونجا هیچ چیزی نیست. و هر کس به هر طرف درگیر جنگ است و هر روز قربانی است و اینا باید حکومت نیروهای خیزش مردمی را نیروهای محلی را به جای اینکه باشان نقطه مندانه برخورد بکنن از اونها استفاده بکنن اونها منطقه را اراضی را خوب میفهمن خوب بلد هستند از اونها استفاده بکنن به اونها امتیازات بدن و هر چند در این اواخر این کار را کردن. هر چند در این اواخر کار کردن و هر روز از نیروهای خیزش مردمی هم ما قربانی داریم از پلیس ملی هم قربانی داریم و در از یکی از مردم قربانی داریم ما این را به گوش مقامات محلی باز می‌رسانیم، هر روز میریم این وظیفه ماست این واجبه ماست این فرض ماست که باید بریم این موضوع را پیگیری کنیم ما تعقیب درسته اصل آقای ارمن مثلا کوتا لطفاً چند انتظار میشه داشت شاید توجه جدی به فاریاب صورت میگیره یا خیر به واسه نه... من یقین دارم که توجه صورت میگیره نیادای امنیتی افغانستان به یک تعهد دارن انشالله عمل خواهد کردن و ضرورت داره فاریاب که یک سروی امنیتی دقیق شوه که اسرت قوای انسانی دشمن او یا بررسی شوه وضعیت دشمن بررسی شوه وضعیت دولت بررسی شوه وضعیت مردم بررسی شوه یک پلان عملیاتی درست در روی ساخته شوه و ایتونه که اکتفا به این گپ شود که دشمن ضربه خورد و پس بیاین نیوتور باید نباشه پلانی که بعد از اینکه تصرف میکنن مناطق را چی پلانی را باید دولت داشته باشه از حیث تنفیز قانون از حیث ارائه خدمات که در دیگه جایی گپ کمتر در نظر گرفته شده که باز دوباره وضعیت به گونه دیگه تغییر کرده در فاریاب صد از حضور مهمانان این بحث آقای سید بابر جمال نماینده مردم فاریاب در مجلس نمایندگان و آقای میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخلی صد شکر و سپاسگزار همه بیننده های فرا خبر شب بخیر